سلام بچه، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. در این ویدیو میریم ریاکشن میکنیم به ترک سرباز از ابراهیم که از لیبل LBR ریکارد است که قبلا آمده بود و میریم ریاکشن میکنیم. مثلا میشه لینک میوزیک داخل دیسکریپشن است. حتما قبل از اینکه بریم طرف ترک بچه فراموش نکنین که حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و همچنان مرد اینستاگرام فالو کنین. میریم کوتاه دوباره برمیگردیم. خب بچه شروع میکنیم میریم طرف ترک. اول کوتا دسکریپشنش هم میخونیم که در دسکریپشنش چی نوشته است، که تایتلش هم میفهمین سرباز است، آرتیستش ابراهیم، پرودوسرش در تند انجینیر، ویژوالایزرش هم که افغان دکس است، لیبلش هم که LBR و لوای مرکز. پس میریم مستقیم طرف ترک میبینیم که چیک ترک است. تا جایی که من فکر میکنم وضع ما را بد رقم خراب میکنه، چون اجتماعی است. من بعضی اوقات تو حس نمی کنم از توهم، هیچ وقت نداشته باش از این توقع. پشت تدابی من آمدیم نه برای ترحم، اعتمادی دیگه ندارم و خودم پیدا کردم رای حلشان. فردا با مرام چطور شد جلسی تدابی من نوز مانده صحبتم نه. اوه، از زبان یک سرباز میخونه، میگه من بیخی در توهم هستم، از من توقعی نداشته باش. میگه فقط منتظر جلسه ایم هستم که چی وقت برسه که من تداوی شوم یا عمل شوم. حتما سرباز است که زخمی شده. تصاویری که داخلش از بچه ها خیلی سر چی ما تاثیر میکنه سر رویای ما، به خاطر که ما کسایی که اگر درک میکنن یا در کابل بودن، ما مکتب شاید شمشیره بودم. یعنی چهار هر ماه سنا را برای ما بیخی عادی شده بود دیدنش. یعنی چهار طرف ما همیشه انفجار انتحار بود، ما از سر جنازه تیر شده ایم. یعنی ما نزدیک های شهر نو اینا زندگی میکنیم. از شاید شمشیره تا وقت خانه که میرفتم همیشه در ما دو سه چهار بار دموری منتاری بود. این سنا را خیلی زیاد دیدیم. بعضی اوقات تو حس نمی کنم از توهم، هیچ وقت نداشته باش از این توقع. پشت تدابی من آمدیم نه برای ترحم، اعتمادی دیگه ندارم و خودم پیدا کردم رای حلشان. فردا با مرام چطور شد جلسی تدابی من نوز مانده صحبت هم نی. میگه که چی دیدی نفرت در چشمان میبینی، دیوار زندگی خود در باخشت های جنگ و درد میچیدیم. دکتر چطور از حالت روانی می بگو چرا میگی تو من باشم خوشحال، کجا بودی وقتی هم رای جنگ و نفرت اینجا من شدیم کلان. هی چقدر معقول میگم. میگه من از دکتر پرسان میکنم کال ما چطور، از دکتر میگه مشکل نیست خوشحال باش. میگه چی رقم خوشحال باشم، تو کجا بودی که وقت ما در جنگ و درد و رنج کلان شدم، تو کجا بودی که بگوی خوشحال باش. من چی رقم خوشحال باشم با این وضعیت که ما و کشور داره. چطور از حالت روانی می بگو چرا میگی تو من باشم خوشحال، کجا بودی وقتی هم رای جنگ و نفرت اینجا من شدیم کلان. چطوری توقع میکنی وقتی جسد خونه اینجا دیده چشمان، همون جنگ را یادم وقتی کشن رفیق ما اونو پیش چشمان. آی خدا، ای خدا، میگه چطور من خوشحال باشم، چطور مرا میگه خوشحال باشم که خون گرفته اینجا دم چشمای مرا، من پیشوری ما جسدای خون پر بود. چی رقم خوشحال باشم که رفیق ما یعنی امرانس میشه کسی که بوده که دموری ما میگه کشتنشه، چی رقم من خوشحال باشم. جمعن شدیم کلان، چطوری توقع میکنی وقتی جسد خونه اینجا دیده چشمای، همو جنگ نمه را یادم وقتی کشن رفیق ما اونو پیش چشمای. می جنگیدم اونجا با چیزی که هیچ وقت نداشتم، افسردگی و در چشمان پاداشش کابوس از کل شبای نشون دادن اینو کشتن مادی از بخاطر ای که سربازه. اخ واضح است بچه ها نمیخویم کشتن ما برشان بیخی عادیست، چون ما سرباز هستیم. ولی ما تا جایی که میفهم اونا حتی سر مردم مادی را هم نمیکدن. نشون دادن اینو کشتن مادی از بخاطر ای که سربازه. نیامت همیشه تو درباب همه با ما میگفت حال وقتشان رسیده به بازی نی. حس مرا شاید بفامی وقتی که میتونی ببری نمانه همی آدم. نیامت همیشه تو درباب همه با ما میگفت حال وقتشان رسیده به بازی نی. حس مرا شاید بفامی وقتی که میتونی ببری نمانه. چقدر میگه برای من میاین میگن
میانه خودش یک سرباز است، میگه برای من میان میگن که طالب آمده اصلا جنگ نکنین الا کنین، میگه من ایستش چی رقم خود درک کنم وقتی احساس میکنم برنده میشم ولی اجازه ندارم که بجنگم، منظورش هم سقوط افغانستان میشه که بدون جنگ سربازا گم شدن تمامش چون نگذاشتن که بجنگن. بازی نه حس مرا شاید بفهمی وقتی که میتونی ببری نمانه، همی آدمای نجیبت بوده بر آرامی وطن ما بابونه همگی بودن اونجا پشت منافع. چقدر میگم این آدم های نجیب، منظورش از کماندان ها کس، رئیس جمهور چیز، کسایی که بلند رتبه بود، میگه اینمی کسا برای پیشرفت وطن ما نبودن، اینمی ها ما را نگذاشتن برای آرامی وطن ما ببانه همگی بودن اونجا پشت منافع، همگیشان پشت منافع خود بودن. او که ضرر دید ما بودیم دکتر، همین چیزا ما را همیشه میکنن نابودیم میکنن نابودیم میکنن نابودیم. همراه دکتر گپ میزنه، یعنی می چیزاست که مرا نابود میکنه دکتر. مرا همیشه میکنه منافع، او که ضرر دید ما بودیم دکتر، همین چیزا مرا همیشه میکنه نابودیم میکنه نابودیم میکنه نابودیم. و خدای یک رقم سر روی ما تاثیر کردم میره بچه ها، و خدا که من نزدیک یک 10 سال یا 9 سال از افغانستان دور هستم، دوباره برای ما تازه میشه در دایره که کشیدیم، باور کنین. خیلی دو سوان پر خون ولی خون کسی دیگر همی در دلم نشاه دمی از تقدیر بهش شده رو اونجا رقم از همون خوشی همی خاطرات بعدم دمی کنجا مغزم پوسید. وای وای باید پاز بزنی گوش کنی چی میگه درد رو ببینن. دو سوان پر خون ولی خون کسی دیگر همی در میگه دو دستم پر از خون کثیف است، و اصلا دیگه از دستی که ما خون و کثیف و خون و چیزا را دیدیم دیگه حس در بدنم نمانده، نه خوشی را میفهمم نه غم را میفهمم، و حتی فکرایی که مرا اذیت میکنن یعنی نارام میکنن کشته شدن دوستا و رفیقا، میگه در قسمت یک قسمت از مغزم کاملا پوکی چی شد پوپنک زده شد، یعنی یک چیزی که در یک قسمت با نخو معلوم دار دیگه افسردیت میسازه. دلم نشاید دمی از تقدیر بهش شده رو اونجا رقم از همون خوشی همی خاطرات بعدم دمی کنجا مغزم پوسید. ربرهایت کده زندگی من دوزید، درد و زخمام تو کم نمیشا با مورفین، و تو کد ما رفتار کده نتا باور کدم، این آسن مسلمان ما هم اسیم بیدین سرباز، همی کلمه کده من رب بایران، با وجودی که خیلی خونه رختین ولی کمی یافت نکدم دمی شما وجدان، روی زشم پشت چهره این پنهان، بوگو چی توقع داری باشم خندان، بی بی اتا حساب نکد اونجا ما را انسان، وقتی کشت انگو فنن سو افق قدم نه مرا نگو دیگه سرباز. ای خدا دیگه کشورها سرباز بگو یک افتخار از افغانستان میامد میگه ما را میکشه و دم پیش ریم اصلا رحمم نمیکنن، میگه پس بهتر است ما را دیگه سرباز نگوی چون فروخته میشیم. همی واژه برم میداد غروب چرا رفتم اونجا بره سربازی حالت مالی فامیلم بود رو بره کود کفن قوه بعد ایه میگه من میفهمیدم که این سربازی فروخته شده است ولی فقط به خاطر فامیلم رفتم چون نیاز داشتم، فامیلم به رکود بود نیاز به نان داشتیم. جبر سربازی حالت مالی فامیلم بود رو بره کود کفن قبه بعدش نماز شاید کنه همی روح معارم پش مرده سالم منتظرامی که دوباره سرم با باره باران نبوده آسان کشتن انسانم مرچن بوده ذات شک جنس شیطان ولی همیشه از دزینم چشماش میچرخه در گوشم صداش دکتر دوایی داری با دردان تا حال نخواستم کمک ذات اینا بر من آجنا همیشه صحبت وقتی جان میدادم امینو بودم فقط پشت پیزه و قدرت خیلی سخته وقتی در تیم خودت از دشمن دیدی چقدر کشتن اقه ما را بردن هشتا بای بزرگم دادم مسوگن عملی نتانه سامت و یکیشم. در روز که سرباز میشی زیاد قسم میخوری، قسم های مختلف هم میگه قدر قسم خوردیم که با یکیشم وعده نتانستم بتنم با یکیشم عمل نتانستم کنم. خیلی سخته وقتی در تیم خودت از دشمن دیدی چقدر کشتن اقه ما را بردن هشتا بای بزرگم دادم مسوگن عملی نتانه سامت و یکیشم. به این میگن ترک، به این میگن ترک رپ دقیقا هیپ هاپ اینمی بود که صدای مردم بلند شد و این میگن ترک، و واقعا جای حیف است که
بچه ها همچو ترک های را چی نمیکنن، حمایت نمیکنن و خیلی جای ناراحت کننده است. و دقیقا اینجا میبینن که رپ دری اصلا رای به پیشرفت نداره، چون به خاطر که مردم منتظر چیزایی هستن که اصلا درست از یک کار خوب است، هر که سبک خدا داره، ولی ای به این شکل است که هر دو طرف حمایت شوه. ولی متاسفانه رپ دری فقط همی خوش هستن که با جنبان بلرزان اینه میره خوش دارن بس، ولی ترک که واقعا صدای مردم رو بلند کنه کس نمیشنوه و این خیلی ناراحت کننده است و دردش فقط کس درک میکنه که مهاجرت تیر کرده باشه یا دمو حالت زندگی کرده باشه. ذره ذره سنایشه احساس کردم، ذره ذره ورسایی که نوشته کرده بود احساس کردم. از سر وقتی که شروع شد دقیقا یک سرباز بود که با یک زخمی شده بود با دکتر گپ میزد و دکتر گفتش که خوش باش، گفت شروع کرد دیگه تمام دردی که در داخل دل خود داشت گفت، از چی خوش باشم، از چی خوش باشم، از فروختن خود، از رفیق ما که کشتن، از کشور که کشتن، توان قدرت داشتم که بجنگم نگذاشتن که بجنگم، از چی بگویم، قسمایی که خوردم حتی به مو عمل نکردم دیگه چی بخوایم. خود چون به خاطر که نگذاشتنشان که جنگ کنن، اینمی که سرباز قسم میخوره وقتی وطن در خطر باشه باید از جان خود بگذره، ولی اونا را گفتن نجنگین و این نمی شد که از قسم خود عملی نکرد. خودش میگه که ما چی رقم با قسم های خود که خورده بودم عمل نکردم، پس چی رقم خوشحال باشم. و واقعا جای درد است. برین بچه ها حتما حمایت کنن، لینک میوزیک داخل دسکریپشن هستن، لایک کنین، سابسکرایب کنین، حمایت کنین از ذاتی سایتان، جگرم است. این اوقات خوب خوش داشته باشین.